همیهنان گرامی، یاران و بینندگان عزیز سیمای آزادی، بهترین سلام ها و درود های ما رو بپذیرید. امروز در برنامه تیک تاک در خدمتتون هستم تا تأملی داشته باشیم بر مهمترین موضوع سیاسی روس. موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت، حمله مردم بصره به کنسولگری رژیم در این شهر و به آتش کشیدن و انهدام اون هست که در رسانه های منطقه و جهان هم منعکس شد. همزمان با این شاهد تظاهرات مردم در چند شهر سوریه از جمله شهر ادلب بودیم که در اونها هم مردم علیه دخالت‌های جنایتکارانه رژیم در کشورشون و نقشه حمله به ادلب و قتل عام مردم این کشور اعتراض می‌کردند. آیا همزمانی این تظاهرات‌ها و مشابهت اونها با تظاهرات‌ها و شعارهای مردم ایران در جریان قیام یک موضوع اتفاقیه؟ یا حاکی از یک واقعیت و تحول استراتژیک است؟ ابتدا گزارش داریم در این باره. اینجا بصره است و اینها که چنین شعله‌ور از خشم و کین آتش به کنسولگری و مراکز رژیم در این شهر کشیدند، مردم شیعه بصره هستند. آنها شعار می‌دهند رژیم ایران خارج شو خارج شو تا بصره باقی بماند. امواج خشم و نفرت اهالی بصره از مردم عادی گذشته و آخوندها و طلاب هم فرا گرفته است. آنها شعار می دهند نه به خامنه ای، نه به فرعون، نه به خمینی، نه به شیطان. قیام مردم بصره علیه رژیم آخوندی در رسانه‌های خبری جهان هم انعکاس بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است. روزنامه واشنگتن پست هفته سپتامبر از بصره گزارش داد. تظاهر کنندگان گفتند که آنها کنسولگری رژیم ایران را هدف قرار دادند تا خشم خود را نسبت به سوء رفتارهای شبه نظامیان مورد حمایت ایران در بصره و همچنین آنچه که آنها نفوذ بیش از حد تهران در شهرشان و در سیاست از همپاشیده عراق نشان دهند. تظاهر کنندگان شکایت دارند که شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در بصره تاخت و تاز می کنند. آنها آدم ربایی می کنند و از مخالفان خود اخاذی می کنند و فضایی از خوف و وحشت ایجاد کردند. آنها می گویند که ایران به این شبه نظامیان قدرت داده تا خود را به هزینه ساکنان شهر ثروتمند سازند. مشابه این تظاهرات از شهرهای مختلف سوریه گزارش شده است. این شهرها شامل ادلب و سایر شهرهای این استان مانند خانشیخون و جسر الشخور و همچنین شهرهای هما و حلب است. خشم و خروش مردم بصره و با آتش کشیدن کنسولگری و برخی دیگر از مراکز وابسته به رژیم در این شهر، به خصوص از آن رو که این شهر شیعه نشین است و رژیم ادعای قیمومیت آن را دارد، بر رژیم گران آمده و در روزنامه‌های حکومتی امروز انعکاس یافته است. روزنامه ایران ارگان دولت روحانی با اعتراف به اینکه کسانی که کنسولگری را با آتش کشیدند مردم بصره بودند می‌نویسد جمعه شب گذشته جمعی از مردم شهر نفتخیز بصره در اعتراض به آنچه ناکارآمدی خدمات عمومی، مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری عنوان می‌شد، برخی از ساختمان‌های دولتی شهرشان و همچنین کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به قلم حسن دانایی‌فر، سفیر سابق رژیم در عراق و سرکردگان نیروی تروریستی قدس نوشت آنچه طی روزهای جاری در بصره می‌گذرد اتفاقی بی‌ریشه و تصادفی نیست. همه ناظران و کارشناسان متفق القولند که طی دهه‌های گذشته بصره به عنوان یکی از غنی‌ترین شهرهای عراق همواره به لحاظ خدمات دولتی و امکانات مورد تبعیض واقع شده و سوء مدیریت خرد و کلان معیشت را برای مردم این استان سخت کرده است.
جالب است که همین پاسدار دانایی فرد در مقاله دیگری در روزنامه ایران مطالبات مردم بصره را البته در زمینه رفاهی به حق دانسته و نوشت: بحرانی که در یک هفته اخیر بصره را فرا گرفت، بحرانی است که با مطالبات به حق مردم در خصوص امکانات رفاهی آغاز شد، اما به نظر می رسد با هدایت خارجی در حال تغییر مسیر بوده و به فتنه‌ای در این کشور تبدیل شده است. و روزنامه ابتکار در مقاله‌ای با عنوان پیام تغییر از بصره به تهران، خواستار تغییر در سیاست رژیم در قبال عراق شده و می نویسد: با توجه به تحولات اخیر لازم است در سیاست‌های ایران در عراق تا حدی تجدید نظر صورت گرفته و نوع نگاه دامن‌زننده به برخی از حساسیت‌های ایدئولوژیک که ممکن است باز تولید کننده چنین تنش‌هایی در آینده باشد، با نگاه اقتصاد محور و متفاوت به سمت تعاملات بهتر و استراتژیک گام بردارد. مشابه همین نظر را یکی از اعضای مجلس ارتجا به نام غلامعلی جعفرزاده، نماینده رش در مجلس، در واکنش با آتش کشیدن ساختمان کنسولگری ایران در بصره گفت: حتما باید در ارتباط با کمک‌هایمان به کشور عراق بازنگری کنیم. البته اخیراً هم یک افسر عراقی به سردار سلیمانی توهین کرد. اگر آنها می توانند از خاک خودشان دفاع کنند، دلیلی برای حضور ما در عراق نیست و چرا ما باید هزینه و شهید برای دفاع از عراق بدهیم؟ خب این گزارش رو دیدیم. نکته قابل توجه اینه که تظاهرات هایی که در این گزارش دیدیم در شهرهای شیعه نشین عراق و توسط شیعیان این کشور در بصره و کربلا صورت گرفته. همون شیعه و شیعیانی که رژیم آخوندی سنگ اونها رو به سینه می زد و به این بهانه مردم سنی عراق رو کشتار کرد و از موطن خودشون آواره کرد. مشابه تظاهرات عراق رو در شهرهای سوریه هم شاهد هستیم. این موضوع گفتگوی امروز ما هست با رضا هفت برادران. با عرض سلام به شما، سوال اولم اینه که توضیح روزنامه های رژیم که از جمله شامل مقاله ای از سفیر سابق رژیم پاسدار حسن دانایی فر بود و در مورد تظاهرات بصره نوشته بودن قابل توجه بود. به این معنی که مطالبات مردم رو به حق می دونستن. اما گفته بودن این تظاهرات توسط دست‌های خارجی به جانب رژیم، به سمت رژیم منحرف شده. به نظر شما موضوع چی هست؟ من هم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. موضوع همین تناقض‌گویی‌های ذاتی و ضد و نقیض‌گویی‌های معمولشه که همه جا شاهدش هستیم. مثلا همین روزنامه حکومتی ایران که حرفای پاسدار دانایی فر و ادعاهاشو که شما الان اشاره کردید منعکس کرده، توی مطلب دیگرش از قول سرکنسولگری رژیم در بصره نوشته بود که ما مدعی نیستیم که هیچ گروهی دست به این کار زده و خلاصه تلویحاً اذعان کرده بود که این کار کار مردم بوده. همین روزنامه ایران در چند سطح پایین‌تر از حرفای این سرکنسولگر رژیم توی یک گزارش خبری نوشته بود که صدها تن از جوانان و مردم بصره دور کنسولگری رژیم حلقه زدن و بعد اونو به آتش کشیدن. این مدل تناقض‌گویی ها رو ما در مورد تظاهرات مردم ایران هم شاهد بودیم از طرف رژیم. اگه خاطرتون باشه در مورد همین قیام های دیما میگفتش که خب البته مردم حق دارن ناراحت باشن، حق دارن ناراضی باشن و باید دست به تظاهرات بزنن، ولی در بین مردم ناراضی از اوضاع معیشتی یک عده آدمای خاص اومدن و سمت تظاهرات و مطالبات صنفی مردم رو منحرف کردن به شعارهای به قول خودشون ساختار شکنانه علیه نظام. یعنی میخواستن بگن که این شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتوری که مردم گفتن کار مردم نبوده، یک عده خاصی بودن. همین داستان اینجا دارن در مورد تظاهرات مردم بصره مدعی میشن، در حالی که ما تو تظاهرات همین بصره تو فیلماش دیدیم که مردم شعارهای مشخصی میدادن علیه رژیم، میگفتن که رژیم ایران اخراج اخراج، باید اخراج بشه تا بصره آزاد بشه. همین معنا رو همینطور ما توی تظاهرات طلاب و روحانیون کربلا امروز دیدیم که نفی می کردن اساساً حاکمیت و اندیشه
منحط ولایت فقیه رو، اونو با فرعون و شیطان مقایسه میکردن و دفعش میکردن. بنابراین واقعیت اینه که موضوع نفی دخالت های رژیم تو عراق بود، در حالی که رژیم مدعی میشد چنین چیزی نیست و دست های بیگانه و کیو کی بوده. بله، این هفته ما همینطور شاهد تظاهراتی در شهرهای سوریه بودیم که حتما دیدید که در اونها هم رژیم آخوندی در کنار رژیم اسد آماج خشم مردم بود. ارزیابی شما در باره این موضوع چی هست؟ ببینید، توی تظاهرات به طور خاص ادلب که توی این گزارش شما هم بهش اشاره شده بود، مردم سوریه نشون دادن اون چه که خواستشونه نفی دخالت‌های رژیم آخوندی در کشورشونه. مردم در ادلب و بقیه شهرهای این استان تظاهرات کردند و علیه دخالت‌های رژیم شعار دادن، در حالی که رژیم اسد و رژیم خمینی اینا در به اصطلاح ادعاهاشون در تبلیغاتشون مدعی هستند که اینا مردم سوریه نیستن، اینا همشون تروریستن. آخه 3 میلیون نفر اونجا جمعن، مگه میشه بگیم همه اینا تروریستن؟ چنین چیزی نیست. به هر حال اون چه که مسلمه الان خواسته مردم نفی دخالت‌های رژیم ولایت فقیه در سوریه است و همشون یک صدا علیه این دخالت‌های این رژیم شیطانی به صدا در اومدن و خواستار رد اون و نفیش هستن. مشابهت تظاهرات‌های مردم در عراق و سوریه و با تظاهرات‌ها و قیام مردم ایران و همزمانی اونها، فکر بولید که یک امر تصادفی هستش؟ به هیچ وجه تصادفی نیست. از قضا تمام به بحثم تو همین مشابهتیه که شما بهش اشاره کردید. مشابهتش چیه؟ اینه که رژیم اول میاد میپذیره که مطالبات مردم برحقه، اینا درسته که تظاهر میکنن، حق دارن، اذعان میکنه به نکرده های خودش یا به نکرده های حاکمیتی که تو عراق حاکم بوده و یا در مورد سوریه به اینا اذعان میکنه، ولی اونجا که پای حسابرسی مردمی به میون میاد اینا میگه که دستهای خارجی در کار اومدن و اینها بودن دخالت کردن، در حالی که اصل قضیه وقتی ما میبینیم خواسته های مردم چه در عراق چه در ایران و چه در سوریه اساسا مطالباتشون دیگه به یک نقطه بالغ شده که تو تظاهرات خواستار موضوعات صنفی و رفاهی اینا نیستن، کمان که تو کربلا دیدیم امروز، کمان که توی بصره دیدیم، خواستشون یک کلام قطع دخالت های رژیم تو عراق و سوریه و تو داخل ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور و اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی نفی تمامیت این رژیم ها هست. در نتیجه این مشابهت اساسا اتفاقی نیست و این همزمانی هم کاملا قانونمند و روی حساب کتابه و نتیجه در واقع میشه گفت که مبارزات و مقاومت مردم این کشورها ایران، عراق و سوریه است. بله، و شما از این تشابه و همزمانی چه نتیجه میگیرین؟ نتیجه که میگیرم در یک کلام شکست استراتژیک نظام ولایت فقیه. اگه خاطرتون باشه خمینی بعد از اینکه رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو بود، توی رویاها و آرزوهاش که البته در تمام این چند دهه حکومت منحوس رژیمش به دنبال تحقق همون بوده، این بوده که به قول خودشون از خلیج فارس تا باب المندب و تا دریای مدیترانه رو زیر سیطرهشون بگیرن و بتونن به اصطلاح هلال شیعیشون اونجا مستقر بکنن، یعنی اینکه رژیم رو در یک کلام ببلعن. ولی الان به یمن این مقاومت ها، به یمن این تظاهرات ها، چه در سوریه، عراق یا خود ایران، میبینیم که ناقوس مرگ رژیم، مرگ نظام ولایت فقیه به صدا در اومده. البته این ناقوس کم هزینه نبوده، به قیمت میلیون ها جان انسان بوده که در سوریه به طور خاص تلف شدن، در عراق چقدر کشته شدن و چقدر زیر ساخت های این دو کشور از بین رفت و در ایران هم که مردم به خوبی میدونن که چه قیمتی تا به حال دادن. ولی به هر حال شاید این هم قیمت به گور سپردن تاریخی نظام ولایت فقیه بوده که مردم آزاده و آزادی خواه این
سه کشور بهاشو دادن و تا رسوندن این رژیم به گور تاریخی خودش ادامه خواهند داد. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. بینندگان گرامی، گفتگوی بود با رضا هفت برادران با عنوان طوفان مردمی علیه نظام ولایت در ایران و عراق و سوریه. با این گفتگو هم به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. با تشکر از شما که در این برنامه تا آخر همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و پیروز و سرفراز باشید.